سنسور اکسیژن، تنظیم موتور. سوزنمون مشکل داشت، سوزن جدید آوردیم، جایگزین کردیم، از نو تست زدیم، دستگاه دیاگ گذاشتیم، مشکلش حدود 60% رفع شد. بعد از اون رفتیم سراغ سنسور اکسیژن. سنسور اکسیژن آوردیم، برشکاری کردیم، جایگزین کردیم، جوش دادیم و تنظیم کردیم، مجددا روشن کردیم، دیاگ گذاشتیم که کامل عیبمون رفع شد و خیلی عالی. هواهان خوب مجموعه گلزار، قبل از اینکه بریم ادامه این برنامه رو ببینیم، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، مثل همیشه حمایت کنید. خب پژو 405 بروز هم دو تا خطا داره، سنسور اکسیژن که نصب نکرده و سوزنهای انژکتور پاشش زیاد. باز کن بس باطری منم باز کنم خطری نباشه. اولین عیبی که دستگاه دیای گذاشت اوساکار نبود. خدا را شکر اینکه اوس محمود خودش رشته فنیش راجع به برق و ماشین اوکیه، تونستیم یه دستگاه دیای بیاریم و عیبا را تک به تک رفع کنیم. اولین عیبمون این بود، اوس محمود بیارم بروزان. بله میدونی دلیل چیه؟ توجه میکنیم جان، این چهار سوراخه. بله این چهار سوراخ وقتی باشه پاششش زیاد میشه، بعد زیادی که بشه. دفعه قبل دیدی که بله. از دریچه گاز بنزین اومد بیرون. این چهار تایه ما، اینه باید حداقل تک سوراخ بندازیم، مخصوص خود بوش باشه. چهار تا سوزن نیاز به تعویض داره. 1 2 3 4 و 4 عدد خام. سوزنای جدید یکم گریس میزنیم. این حالت برعکس نره جان. عثمان بود؟ بله. این تنظیم موتوری که میخواست بیاد برای چی نمید؟ بند خدا کار براش پیش اومد، نتونست بیاد. باز خوبه که خودت فنی اینا سرت میشه. آه بله، من کار قطعی هم. این تکر ما لوری اومدیم، شما دیگه اینا رو شما میتونید یک سر این بالاشون رو فقط زیاد هم نزن. این دست نکنی گریس معمولی داشت صدا خروف. چی کار بینیم؟ ما هستیم یه به صداعات بس. پس دعاتی چه میگن شما هایی درسته؟ دیر با افتخار بله از قوم لور نحاسم حسوش. ساعت 2:30 زوره. خروس ما بی‌محله. من کاری بهش نده. این اگه عصبی بشم چشا همه رو در میاد. اگه عصبی بشه تمام ساعت صدا میکنه. تموم شد. بریم برا نصبش. خب بله. اوکی آقا برید. بله.
سوزناش هم جنس اصلی مشخص فلزه. عوضشون کردیم، البته قبلش شستشو داریم. بس برو جان، زیاد سفت هم نمیخواد بشه، برسه به کف یه ذره سفت کنه کافی، چون پلاستیکیه. خب سوزانه را بستیم، آماده شد، بریم با هم یه استارت بزنیم. عثمان محمود استارت بزنیم. بله پاسوردیا رو بزن. انشالله که این بار تمیز کار کنه. نه صدای اگزوزشم از دست، من ناراحت نشید دوستان. خب یه دست آقا بروز، شما چطور؟ منم آره، فقط باید تو فضای باز باشی، اینجا یه مقدار اذیت میشه. خب بروز جان بریم. خطاهاش کنن اصلا رفع شده. خب فقط سنسور و اکسیژن زده، مدار گرم کنه سنسور اکسیژن بالا. خب اصلا سنسور اکسیژن داری؟ یه قدمی دارم تو وساله، هرم برم بیارم ببندیم تست کنیم ببینیم. خب دوستان عزیز، قبل از اینکه می‌خوایم ادامه را ببینیم و این عیبم برطرف کنیم، ما نیاز به حمایت شما داریم. لایک و سابسکرایب یادتون نره، مشترک بشین، حمایت ما می‌کنید که ما زودتر بتونیم این پرنده رو به پرواز در بیاریم. خیلی از دوستان منتظر مرحله آخر این هلیکوپتر هستن، ولی واقعا خودتون که ببینید لحظه به لحظه که دارید پیش می‌بینید یه سری خطا داره که ما رفعشون می‌کنیم. ممنونم. اینم از سنسور اکسیژن، یه ضربه کوچولو داره. آقا محمود این مال سال 100 سال پیشه، مال چیه؟ مال اولین سالمه؟ آب تستش کنیم. خب بیرون یکم. خب پس بریم ببندیمش. آره. بریم ببندیم تست کنیم. آقا روز به نظرت این مال چه ماشینه؟ مال به نظر من مال کادیلاک 1960 مثلا اینجوری. ولی نه اینو چون که اسم محمود تو مجموعه ایران خودرو کار میکرد، کلا قطعاتش رو داره. بلند کرده؟ نه خب عوض میکنه حالا. خب دوستان این اگزوزی که ما داریم دستسازه. ما وقتی میخوایم این سنسور اکسیژن رو ببندیم نیاز به یه سری سوراخ‌کاری و جوشکاری داره که الان
پس محمود میخواد سوراخاش رو بزنه و جوشکاریش انجام بده. پس بریم برای سوراخ کاریش. سوراخی که زدیم به اندازه پیچ بوده، پیچ هم ببریم یه خوره صافش کنیم، سنگش کنیم تمیز بیاریم برای جوشکاری. تموم شد. بریم برای جوشکاری. خب اینا دستکش حرارتی امکاناتمون در حد داریم واسه. بریم جوشکاری بریم. اور نزن زود باش. هاو بروس چی شده؟ گیر کرد. چشم نه همون توی برای سلیه درسته درسته نگاه اینه چی بذار بیو بیو بلش کده نه بکنم. این هم از سختی های کار بس محمود ببین خوبه. آقا بروس به نظرت اوستا از کارتون رضایت داره؟ صد درصد. فکر این جوشش واقعا جوش خیلی عالی خوب. اوکی، مرسی. خود این سنسور رو بگم. خب، سوکتش هم باید بره داخل کابین. اینم از این تموم شد. بریم برای روشن کردن و تستش. تست نهایی. انشالله که جواب بده. وگرنه باید حداقل 2.5 میلیون پیاده بشیم.
خب دوستان، سنسور اکسیژن هم جوشکاریش رو کردیم، سیم کشیش انجام شده. بریم سراغ استارت، ببینیم این سری چی میشه با موتور. قسمت های بعدی لحاظ بشه